حتی از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفایی شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف. من شنیدیم که رسانه های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردن. این حرفا رو انسان واقعا متأسف میشه وقتی که میشنوه این مطالب رو. بعضی از این حرفا تکرار حرفهای خصمانه دشمنان ماست، تکرار حرفهای آمریکاست. حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضی‌اند، از نیروی قدس ناراحت بودند به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودند به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این. هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشه برای اونا بده. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا رو تداعی کنه که ما داریم حرف اونا رو تکرار میکنیم، چه درباره نیروی قدس، درباره شخص شهید سلیمانی. برنامه های سیاست کشور تشکیل شده از انواع برنامه های اقتصادی، برنامه های نظامی، برنامه های اجتماعی، برنامه های علمی و فرهنگی، برنامه های اجتماعی، از جمله مناسبات دیپلماسی و مناسبات خارجی. اینا همش با هم دیگه مجموع اینها سیاست یک کشور رو تشکیل میده. همه با هم باید تلاش کنن، همه با هم باید پیش برن. اینی که این بخش اون بخش دیگر رو نفی بکنه، اون این رو نفی بکنه، این اصلا معنی نداره. این رو خطای بزرگی است که از مسئول جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی نباید این خطا سر بزنه. انصاف